ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 و به گفته مردم ایران پیر دیر آزادی خواهی، آن هم پس از چند هفته وقفه، در مصاحبه های ایشان به دلیل کسالتی که برایشان پیش آمده بود این هفته به سراغ آقای ملکی رفتیم تا تحلیل مسائل روز جامعه ایران را از زبان ایشان بشنوید. توجه شما رو به این گفتگو جلب. آقای ملکی، سپاسگزارم از اینکه مجدداً وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید، اون هم پس از فکر کنم 2 ماه که به علت کسالتی که برای شما پیش اومده بود نتونستیم گفتگویی رو با شما داشته باشیم، ولی اینطور که از شواهد پیداست حالتون بهتر شده و انشالله روز به روز هم بهتر میشه. سلام به مردم ایران، مردمی که با ظلم و بیداد در ستیز بودند. من از اینکه 1-2 ماه نتونستم تماس زیادی با شما داشته باشم متاسفم. من بیماری و عرض کنم که این قبیل مسائل که من رو به اصطلاح زمینگیر کرده بودش و در حقیقت تختی گیر کرده بود که همش روی تخت افتاده بودم، من از حضور ملت ایران معذرت میخوام چون دست خودم نبودش و از شما. آقای ملکی، اولین سوال من مربوط میشه به گسترش دامنه اعتراضات مردم. پس از اعتراضاتی که در دیماه صورت گرفت و در بیش از 100 شهر کشور گسترش پیدا کرد، خب البته ما بعد از اون حتی 1 روز هم میشه گفت که جایی رو نداشتیم در ایران که آرام باشه. هر روز اعتراضات در نقاط مختلف، در شهرهای مختلف در حال جریان بوده، ولی چند روزی است که اعتراضات به خصوص در شهر کازرون گسترش پیدا کرده. امروز روز 6 هست، شعارها رادیکالتر شده و اعتراضات گسترده تر شده. اعتصابات در کردستان به 6-7 شهر کشیده شده و گفته شده، فعالین مدنی گفتند که در روزهای آینده تمام کردستان در اعتصاب خواهند بود. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با گسترده شدن دامنه اعتراضات پس از دیماه بدونم. من با درود فراوان کسانی که در دیماه اون تظاهرات عظیم رو در سراسر کشور راه انداختند و عرض کنم که شعارها رو تغییر دادند، دیگه مسئله حکومت و نمیدونم دولت و این حرفا رفت کنار و شعار ضد نظام و به خصوص شخص آقای خامنه‌ای رو سر دادند. من اگر خاطرتون باشه از چند سال پیش به آقای خامنه‌ای نامه نوشتم، در صحبتام گفتم بهتر است که شما کنار گیری کنید، برید این آخر عمری یا در حوزه یا در منزل یا به عبادت بپردازید، در هر حال پایان عمر رو به خوشی بگذارید، به خوبی بگذارید. ولی ایشون گوشیش بدهکار به این حرفا نبود تا امروز که میبینیم دیگه مردم از اینکه شعار ضد ایشون بدن مرگ بر ولی فقیه و اینا بدن خودداری نمی کنند و ایشون متاسفانه در یک شرایط خاصی قرار گرفته و مملکت در شرایط ویژه. در مورد وقایع عرض کنم که شهرستان کازرون طبیعیه که این اون جریان نمرده و ادامه داره و هر روزی در یه نقطه مردم قیام میکنند و
حقوق خودشون رو میخوان. در حقیقت این قیام ها و این مسئله کازرون برای مردم بهانه است. مردم میخوان به حقوق اساسی و اصلی خودشون برسن. مردم در مبارزه با ظلم و فساد و فحشا دیگه کارت به استخونشون رسیده. من در از این مدتی که بیمار بودم و متاسفانه نمیتونستم با شما تماس بگیرم، مسائلی در مملکت گذشته که واقعا عجیب و جالبه، از جمله مسئله‌ای که این چند روزه مطرح شده، یکی مسئله این آقای مرتضوی، یکی مسئله آقای طوسی. خیلی جالبه در مملکتی که بهترین فرزندان این مملکت در زندان ها به سر میبرند و عرض کنم که در شرایط بسیار بدی هستند، ما میبینیم که طوسی ها و عرض کنم که مرتضوی ها راست راست راه میرن. آقای مرتضوی با اون همه جنایاتی که کرده، ایشون به 2 سال محکوم میشه و بعدم که میگرده و اصلا مسئله زندان مطرح نیستش و الان هم شایع کردن که نیستش، فرار کرده، نمیدونم کجا رفته. من نمیفهمم کسی که 5-4-5 تا نگهبان داره چطور میتونه فرار کنه یا از کنم که ندونن این کجا هستش. در هر حال یا مسئله از کنم که آقای طوسی، اخیراً آقای طوسی عکسی دیدم ازش، او در ترکیه بوده، یه بچی رو بغل کرده و یه کلاهی و لباس مخصوص سرش گذاشته و به ریش این لط میخنده و از کنم که با کمال تأسف ایشون از کنم که نه تنها تنبیهی نشد بلکه تشویقم شد. من برای اطلاع بیشتر ملت ایران، یه تعدادی از فرزندان بسیار بسیار پاک این مملکت رو که امروز در زندان به سر میبرم و به خاطر دارم یادآوری میکنم، چون مدت سینما سینگ فراموش شدن. ببینید، عبدالفتاح سلطانی، روین و توفت، نرگس محمدی، علی موزی، سعید شاغله، فاطمه مصنع، گلرخ ایرانی، زهرا زهتاچی، مدلن اکبری منفرد، ارژنگ داودی، آرش صادقی، ابوالقاسم فولادوند، حسن صادقی، محمد علی منصوری، محمد امیرخیزی، غلام حسین کعبی، محمد نظری، محسن دانشور، اکبر دانشور، از کنم آتنا فرقدانی و رشنو و اینا و تعداد بسیار زیادی که من دیگه فراموشم شده اسمایی را. خب اینا اونها دارن میخندن به دیش این مردم و اینها در زندانها دارن زجر میکشن، رنج میبرن و هیچ کس هم به فکر نیست. این رهبر معلوم نیست چیکار میخواد بکنه تو این مملکت، چرا به فکر فرزندان این مملکت نیستش و هر روز میبینیم یه حادثه غم‌انگیزی پیش میادش. من به عنوان مثال میخوام بگم که این آقای احمد ورمدیان، این آقا رفته جای دزدی کرده، این چیزی رو برداشته، اینطور که همه روزنامه ها نوشته، بعد بلافاصله پشیمون شده، یه کار بدی کرده، دزدی کار زشتی است، اومده پیش طرف بهش تحویل داده و عرض کنم که رفته پی کارش.
ایشون رو گرفتن معلوم است به چه جرمی. خب اگر کار خلافی کرده و توبه کرده، این همه در قرآن و در کتاب و سنت سفارش به توبه شده، ولی چند روز پیش دیروز یا پریروز گویا ایشون رو اعدام کردن. این در حالی است که توصیه‌ها و عرض کنم که این آقای مرتضوی راست راست دارم میگردن و بهش همه میخندن و عرض کنم خدمتون که یا مرد وارسته‌ای که اصولا اصلا اهل سیاست و این چیزا نبود، این رهبر دراوی، عرض کنم که این با این رفتار رو دارند و الان مدتی است در تبعید خانگی است. در هر حال این شرایطی هستش که هر چه بگذره بیشتر ماهیت این نظام و ماهیت رهبر نظام روشن‌تر میشه. من خواستم این مطالب رو به اطلاع از کنم که مردمی که میدونن در مملکت چه خبر است. خب طبیعی است که این اعمال و این مسائل و این از کنم که کجروی ها و کسافت کاری ها منجر به قیام مردم بشه میشه. مطمئن باشید شما این مسئله مربوط به کازرون و کردستان نیست. یواش یواش مجددن قیام دیماه تکرار خواهد شد و این بار شدیدتر، سختتر و با آمادگی بیشتر و انشاءالله رهبری خودش هم پیدا خواهد کرد و اونهایی که لیاقت این کار رو دارند پیدا خواهند شد. آقای ملکی، همینطور که شما هم اشاره کردید، قطب سلسله نعمت اللهیه گناوادی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده رو اگر اشتباه نکنم امروز 62 روز هست که در بازداشت خانگی نگه داشتن. بیش از 400 تن از دراویش رو در زندانها کردند، زیر شکنجه قرار دادند برای اخذ اعترافات اجباری و سرکوب گسترده دراویش ادامه داره. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. من از خودم که جناب آقای تابنده رو از قبل از انقلاب میشناختم، مدتی از خودم که در یک سازمان حقوق بشری با هم کار میکردیم، با هم مسافرت رفتیم در جریان از خودم که اون حمله‌ای که لولی ها یا کولی ها به بحثه شرمان کردند و که من معلوم شد خود بودن و در رفت نورش با هم رفتیم احیاتی برای بازرسی اونجا. ایشون مرد بسیار فهمیده، بسیار فرهیخته ایست و خب اگر ایشون رو ناز بکنن، ایشون رو نوازش بکنن، ایشون رو مثل از کنم که مرتضوی ها و توصی ها به صلاح تشویق کنن، خب بعیده، این چیز بعیدیست. این ذات این حکومت اینه و نباید زیاد تعجب کردش و ما تأسف خودمون رو فقط از این که این پیرمرد رو این مدت محبوس خانه کردن میخوریم. و نکته ای که من میخواستم اینجا اشاره کنم این مسئله من خروج یه عده از هموطنان هست، از جمله خود بنده آقای نوریزاد، نمیدونم از کنم نرگس محمدی و غیره غیره. ما اخیراً وکیلی گرفتیم، رفتن دنبال این دادگستری، رفتن به دادسرا و با رئیس دادسرا مذاکره کردن، مصاحبه کردن و اونا اصلا به کل منکر شدن، به کل گفتن اصلا همچین چیزی ما اصلا
اطلاع نداریم از این جریان و این رو از چیز سپاه کرده و اینا واقعا ما گیج هستیم که به کجای سپاه کدوم قسمت سپاه باید مراجعه کردش و اصلا اصولا سپاه چیکار است این مملکت؟ هر کاری که میگیره، هر عملی که انجام میگیره میبینید متاسفانه دزدی ها کساخاتکاری ها و اینا یه سرش به سپاه وصل میشه و واقعا این سپاه های به وجود اومد به خاطر این کارها یا به خاطر حفظ مرزهای مملکت و مبارزه با جاسوسان و بیگان پرستان. این هم مسائل است که هست دیگه و همین هاست که مردم رو وادار میکنه که در از کنم کازرون اونجوری بکنن، در از کنم که کردستان کازر رو بکنن، در اصفهان مرتب تظاهرات هستش در و همونطور که فرمودی قرار است که در بسیاری از شهرات و مرکز تظاهرات شروع بشه و باید با این تظاهرات و شعار سرنگونی نظام به میدان آمد و چون راه دیگری وجود نداره جز اینکه این نظام سرنگون بشه بره به کارش و مردم حکومت خود دلخواه خودشون رو انتخاب کنه. آقای ملکی، این سوال من مربوط میشه به حجاب اجباری و برخوردهایی که اخیراً داره صورت میگیره. همینطور که فکر کنم پارسال بود ما یه گفتگویی رو با شما داشتیم در همین ارتباط، ما میدونیم در هیچ کجای اسلام و قرآن کوچکترین اشاره‌ای به حجاب و حجاب اجباری نشده، ولی ما از طرف دیگه برخوردهایی رو میبینیم از سوی مأمورینی که موسوم هستند به گشت ارشاد. در همین روز گذشته، یکی دو روز گذشته بود که با چند تن از این دختر خانم ها در یکی از پارک ها برخورد بسیار شدیدی صورت گرفت، اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. یا چند وقت گذشته شما هم شاهد بودید که یکی از خانم ها رو از روی یکی از این سکوها به پایین پرتاب کردند. این گونه برخورده ها اون هم با نام حجاب و پوشش اجباری، میخواستم ببینم از دیدگاه شما به چه معناست در جامعه ایران؟ شما نظرتون در این مورد چیه؟ عرض کنم ببینید، کسانی که تحقیقات جدید در روی اسلام و قرآن و کتاب کردن در مورد حجاب اجباری، حجاب مربوط به مو نیستش و مسئله چیز دیگر است. گردن هست که اعراب لباسایی میپوشتن که سینه اونشتشون مشخص خاص بود و معلوم بود. این است که این هم جز همون کارهایی است که میکنن دیگر، کارهایی که در این مملکت صورت میگیره به نام اسلام و اینها کاری نکردم و نمی کنن جز خراب کردن اسلام، یعنی در حقیقت اسلام ستیزی. آقای ملکی، آخرین سوال من از شما با توجه به اینکه در شرایط بسیار حساسی قرار داریم اینه که پیام شما برای مردم ایران، اون هم در این مقطع بسیار تاریخی و حساس، چیه؟ پیام من اتحاد و همبستگی توده های مردم هستش. الان که همه جا یواش یواش دارن دموکراسی شروع میکنن، اینها باید با همدسته بشن و خواستشون رو یک چیز بکنن و اون هم از کنن که براندازی و روی کار آوردن با رأی مردم بکنن، روی کار آوردن یک حکومت ملی و مردمی. آقای ملکی، سپاسگزارم.